دکتر کاوه احسانی استادیار مطالعات بین الملل در کالج دپال در شهر شیکاگو سالها پیش در نشریه گفتگو در ایران به مشکلات آب شهر آبادان پرداخته بود و در مقاله خودش به مسائل مختلف اشاره کرده بود که یکی از اونها مشکلات آب خوزستان و تاثیراتی هست که میتونه بر روی جمعیت در این استان و به ویژه در محدوده شهر آبادان بگذاره و به مهاجرتی اشاره کرده بود که پیامد برخی سیاست هاست در همون مقاله به مسائلی برمیخوریم که امروزه داریم دربارش حرف میزنیم سدسازی هایی که در خوزستان صورت گرفت ترهای گسترش و توسعه کشاورزی و مشکلاتی که برای شهروندان و اهالی خوزستان پیش اومد و باعث شد خیلی از اونها مهاجرت کنند درباره مشکلاتی که خوزستان دچار شده بود و به واسطه اونها هیچگاه رنگ واقعی توسعه را ندید از دکتر احسانی سوال کردم در دوره جنگ کماکان مناطق غربی کشور در وضعیت بحرانی بودم به نظرم یه مقدار تردید سر این بودش که آیا سرمایه گذاری مجددی بشه تو منطقه که به در یه مرز بحرانی و در وضعیت نظامی که قرار داره یا نه و این مانع از این شد که توجهی که لازمه بشه به این منطقه یک دلیل دیگه شم که به هر خوزستان خصوصا مناطق غربی و جنوبیش اکثریت عرب زبان هستن و خب یه سری به نظر من به طور اشتباه ولی یه سری محاسبات این گونه این هم بود که مانع از این شد که دولت با دید عادی و غیر امنیتی به این منطقه نگاه بکنه برای همین ما شهر مثل آبادان و خورمشهر به شهرهای دیگه مثل بستان، سوسنگرد و غیر زالکینا رو در حالتی میبینیم که کماکان بازسازی درشون به طور کامل ایجاد نشده و خیلی از مردمی که میخواستن بعد از دوره جنگ برگردن و اونجا مستقر بشن پشیمان شدن یا آمدن و با تجربه بدی برگشتن یکی از موزلات اصلی که با این منطقه جنوب غربی خوزستان خصوصا آبادان و خورمشهر و مناطق روستایی اطرافشون باش مواجه شدن مسئله بحران آب و پیامدهای زیست محیطی دیگه که در کنار اون آمده مسئله برال کماکان نامنیتی مرزی تمام اینها گریبانگیری منطقه بود و در وضعیت بسیار بحرانی کماکان داره به اون شکلی که بعد از جنگ ایجاد شد اینا داره کجدار مریض جلو میره شما چه زمانی راجع به مسئله خوزستان تحقیق کردید به هر شکل اگر به چند دهه گذشته برگردیم وضعیت بدتر شده ما امروز شاهد بحران های زیست محیطی هستیم بحران هایی که باعث شده بسیاری از مردم مهاجرت بکنند مسئله ریزگردها رو داریم دوره ای که من راجع به خوزستان و مسئله آبیش کار میکردم در واقع دهه 80 میلادی بود و تا اوا... اوا... اوایل دهه 2000 که من اون موقع که این مطلب رو نوشتم برحال به عنوان مشاور UNDP یا بنیاد توسعه سازمان ملل در ایران کار میکردم روی مسئله خوشسالی که یه مسئله بسیار بحرانزایی بود در اون موقع ما یه خوشسالی بی است. داشتیم که سی سال پیش از اون یعنی سه دهه آخر قرن بیستم اینا شبیه اون ما نداشتیم و یه چیزی حدود یک سوم جمعیت باقی مانده روستایی ما مجبور به مهاجرت شد که این هیجا منعکس نشد چون به هر حال مسئله حساسی بود و دولت ترجیمی داد که اصلا راجبش در مطبوعات یا اصحان عمومی تشویش ایجاد نشه و مطرح نکنه حال اینکه واقعا یک بحران اساسی بود برای اینکه جمعیت روستایی که با یه مازاد بسیار محدودی از آب داره کشاورزی میکنه وقتی که اون مازاد آب دیگه موجود نباشه دیگه قابل توان ماندن در منطقه رو نداره و بسیار از اینها مجبور به مهاجرت شدن خصوصا از مناطقی مثل سیستان و بلوچستان کرمان از استان ساحلی و خوزستان و غیره برای همین ما با یه بحران اقلیمی مواجه بودیم که خب به نیروی عوامل انسانی درش به طور مستقیم دست نداشت یعنی غیر از اینکه در سطح جهانی یعنی بخشی از به حال گرم شدن و تغییر اقلیم بود که اون نتیجه عملکرد انسان هاست ولی نتیجه سیاست داخلی ایران نبود که جمعیت مجبور مهاجرت شد بحران آبادن هم در این موقع در همون موقع پیدا شد بحران آب آبادن آیا در مورد آبادان هم علل فقط اقلیمی بودن؟ خب عللش سیاسی بود و عللش دخالت انسانی و دخالت سیاست های دولتی بود ولی این مسئلهش پیچیده بود ببینید سدسازی سازی یکی از علل عمده است ما در خوزستان برای مثال مشکل سیلاب های دائم رو داشتیم که بسیار مخرب بودن و یکی از عللی که سدسازی شده اینا جلوگیری از سیلاف های فصلی بود که میتونست بسیار مخرب باشه یه دلیل دیگهش طرح بزرگ توسعه نشکر بود که اومد در خوزستان پیاده شد یک بزرگترین طرح کشاورزی تاریخ ایران بود که در واقع تا یه حدی تفکرش از دوره پیش از انقلاب توسط آقای ابتهاج و سازمان برنامه اون موقع ریخته شده بود در حد کوچکی پیاده شد ولی هیچ وقت گسترش عمده پیدا نکرد بعد از انقلاب بحثی مطرح شد به عنوان خودکفایی غذایی یعنی این تصور پیش اومد که بعد از انقلاب ایران مورد چون وارد کننده عمده غذا شده بود مواد غذایی کالاهای غذایی شده بود مثل قلجات و شکر و غیر کینا تصمیم بر این گرفته شد که در داخل مملکت خودکفایی ایجاد بشه توی سه تا چهار تا کالای عمده که بنیاد تغذیه و عامه مردم اینا رو داشت تشکیل میداد شکر یکی از اینها تعیین شد و این تصور به وجود اومد که میشه منطقه جنوب ایران و مثل همون طوری که در دوره ساسانی ها بوده حالا استورش هستش که محد شکر بود و تولید نشکر این منطقه رو میشه تبدیل کرد به کش و سنهت های گسترده دولتی که تولید شکر میکنه و ما رو خودکفا میکنه برای این کار مقدار زیادی از عراضی تصاحب شد عراضی که دست عمدتا دست اشایر عرب زبان بود و اینها البته یه این مقداری پول بهشون داده شد اینها رانده شدن به شهرها یعنی اولین موجی که ما داشتیم از مهاجرها مهاجرایی بودن که در اساس سیاست های دولتی مکان خودشون از دست دادن و مجبور شدن که نقل مکان بکنن بیان در حاشیه شهرها خصوصا در هواشی اهواز و اهواز تا یه حد زیادی جمعیتش گسترده داشت قدم بعدی این بود که این اراضی که بیشتر مرتع بودن یا کشت دیمیه بسیار ناظری نازلی داشتن و اینها رو خاکشویی بکنن برای اینکه شوری و قلیایی شو اینها رو کم بکنن آب و کارون رو برای این استفاده کردن و شروع کردن شستشوی این عراضی برای اینکه تولید نشکر بکنن این شستشوی عراضی همزمان شد با کمتر شدن میزان آب و کارون و قلزت و نمکی و قلیایی بودن آب و بسیار برد بالا و تاثیر فوقلادهی گذاشت روی آب و شهرهای اهواز و خصوصا آبادان و خرمشهر که پایین دست آب بودن و مهمتر از اون اراضی کشاورزی که نخیلات اینا رو داشتن یعنی ایران قبل از انقلاب دومین یا سومین تولید کننده خرما بود در دنیا اکثر این کشت و کشاورزی هم در حاشیه کارون و اروند و اینا بود تا خلیج فارس که اینها بعد در دوره جنگ آسیب بسیاری دیده بودن ولی این اراضی کشاورزی هم دچار بحران اساسی شدن به خاطر شور شدن آب و بسیار از این کشاورز مجبور شدن به مهاجرت علاوه بر اون چون آب شور به شهر مستقیم از رودخونه ها می آمد، این هم یک بحران دیگه شد که منجر به جابجایی جا مردم شد چون حتی شورش های شهری شد خلاصه که میخوام بگم اینه که مشکل خوزستان چون بزرگترین منابع آب رودخانه ای و سطحی ایران در خوزستانه در از طریق این رودخانه های عمده مثل کرخه و کارون و دز و مارون در خوزستان بحران بحران انسانی بود یعنی بحران سیاست بود که دولت و حکومت به خاطر محاسباتی که میکرد اینا رو ایجاد کرد و علاوه بر اون جزئیات دیگه هم داره که باید بهش پرداخت خب ما در خوزستان منابع بزرگ آبی رو همیشه داشتیم آیا تاثیر سوء مدیریت رو نمیشه دید در بلایی که بر سر این استان آمده خب ما در مورد خوزستان میتونیم بگیم که بزرگترین رودخانه کشور رو اونجا داریم منابع بزرگ آب و خاک رو اونجا داریم اما چیزی که داریم میبینیم طبیعتا آیا میتونه ناشی از سوء مدیریت باشه و ساخت و ساز و توسعه نامتوازن ما در خوزستان بزرگترین منابع رو زمینی آب داشتیم یا داریم الان رودخانه هایی که داریم اینه که اینا همه که شما گفتید من کاملا با تو موافقم در این موردم نوشتم که به با سوء مدیریت بسیار جدی باشون برخورد شده همین سدهایی که زدن و اینا حساب شده نبوده اینا قرار بود که روش مثلا مطالعات محیط زیستی بکنن مطالعات اجتماعی بکنن من در چند تا از این کیس ها خودم درگیر بودم مطالعات اجتماعی و محیط زیستی اینا رو عملا ندیده گرفته شد و وزارت نیرو رفت اینا رو ساخت بدون اصلا در نظر گرفتن این بررسی اجتماعی که شده بود در بعضی از موارد بررسی های اجتماعی و محیط زیستی که شده بود توسط کسانی صورت گرفت که خیلی خودشون نگاه دور دوربینانه ای نداشتن و توجه جدی نداشتن به و فکر میکردن که برای این توسعه است یعنی صدسازی یعنی توسعه یعنی پیشرفت و با این نگاه چون با مسئله برخورد میکردن خب محدود میدادن پیامد مدت منفی این این رو و این سطح ساخته شد ها؟ حالا ما داریم با یه حوزه بسیار گسترده ای که الان یادم نیست دقیقا چقدر این عراضی تر توسعه نشکر ولی اینا رو در واقع یه تولید یه کالایی که اصلا با اون اقلیم سازندگی نداره علازه ضرری که خود, خود محصولش یعنی شکر محصولیه که ضرر ایجاد میکنه در متابولیسم انسانی دلیل نداره که اصلا ما شکر تولید بکنیم اونجا و بعد یه موزل اساسی بیکاری کشاورزی سابق داریم که رانده شدن در حواشی شهرهای مثل اهواز و سوسنگرد و هویزه و غیر این این رو که دولت اومد تصریح کرد خاکشویی کرد آماده کرد برای کشاورزی هیچ دلیلی نداره که این عراضی رو نمیشد داد به کشاورزای منطقه برای اینکه تولید غذا بکنن به همین شکل های بهبود اصلاح شدهی که شما دارید صحبت میکنید در قالب تعاونی های تولید یعنی ولی چیزی که لازم بود این وسط این بودش که دولت عقب بکشه و اینو بده به بخش کشاورزی به خود بخش کشاورزی واگذار بکنی اراضی رو به بخش کشاورزی که هم مسئله بیکاری رو هم مسئله تولید غذا رو هم مسئله استفاده بهینه از منابع محدود آبی رو که وجود داره اونجا رو و هم الگوی کشت و بتونه با همکاری با کشاورزایی که زمین دارن میگیرن بیاد این مسئله رو بهشون بپردازه یعنی صحبت هم اینه که ما میتونیم سیاست هایی داشته باشیم که دموکراتیک تر باشن مشارکتی تر باشن اولویتشون رو بزنن سر اینکه که کشاورزه بتونن هم تولید بکنن هم اشتغال داشته باشن هم تربیت بشن و هم وارد بشن به اینکه استفاده بهینه بکنن از منابع آبی که به هر حال قوت اقتصادیشون هم هست و بر پایه اون دارن زندگیشون میکنن ما این مجموعه رو هیچ وقت نداشتیم همیشه دولت خواسته تصمیم بگیره سیاست رو تحمیل بکنه کشاورز مناطق م... جمعیت محلی رو در واقع اه... یا دشمن خودش دونسته یا خواسته مجبورش بکنه که همراه بشه با سیاستهاش و این مدارای دموکراتیک و این سیستم مشارکتی رو ما هیچ وقت نداشتیم و این یکی از موزلات اصلیمون بوده به نظر آیا میشه گفت چیزی رو که ما در خوزستان و نقاط دیگر کشور میبینیم ناشی از توسعه هست که نگاهی به آینده نداره و منابع طبیعی منابع آب و خاک رو برای آیندگان نگه نمیداره و باعث مشکلات زیادی شده برای جامعه بله هیچ آدم معقولی نمیتونه با, با شما مخالفت بکنه, بکنه در این مورد و نخواهدم کرد ولی مسئله اینه که خب این صرفا یه تصمیم قشنگ نیست که ما بگیریم اولا کی که ق... که ق... چجوری اینو تعیین میکنیم رو کی قراره بیاد اینو این سیاست رو پیاده بکنه و کی هزینه این سیاست رو میده چون اونم باید فکرش رو بکنید یعنی اگه مثلا شما بیاد بگید که آقا خب حالا هر کسی که تو این منطقه زندگی میکنه مثلا اطراف کرمان ما میخوایم جلوی بیابانی شدنش رو بگیریم و میگیم که خب در این منطقه حوالی شهر رفسنجان دیگه هیچکس نمیتونه نه نم، میتونه دامداری بکنه نمیتونه کشاورزی بکنه خب طبیعتا مردم اون منطقه میان میپرسن که خب پس سرنوشت ما چی میشه ما چی کار باید بکنیم و بعد کیه که میاد این سیاست ها رو پیاده میکنه یعنی خب ما داریم میگیم که به کسی که سیاست رو پیاده میکنه دولته و دولت رو اگه ما بگیم که و آیا اعتقاد داریم که خب مثلا این دولت دولتی که دموکراتیک مشروعیت داره اگه بیاد همچی سیاست رو پیاده بکنه آیا ما ازش حمایت میکنیم به چه شکلی اینو میاد پیاده میکنه آیا در ازای اون حقوقی رو که از مردم اون منطقه داره میگیره در ازاش چی داره به اینا میده آیا تضمین میکنه که اینا زندگی مساعدی در همون حد یا حتی بهتر داشته باشن در جای دیگه به شکل دیگه یا نه اینا سوالایی که ما باید به طور جدی از خودمون بپرسیم وگرنه یعنی خب گفتن اینکه بله باید از خاک و منابع آب و اینا باید حفاظت کرد که خب اینا همه باش بهش معتقدن دولت حاکم هم هیچ چیزی جز این نمیگه که بله ما منتقلیم ما میخوایم بیام اینو پیاده بکنیم ولی خب موزلات چنگانه است یعنی خب برحال هر جوری که شما صحبتش رو بکنید هر جوری که روش دست بذارید ببینید الان مثلا مردم خوزستان بسیار شاکی هستن که آب داره منتقل میشه به از طریق کوه رنگ اینا داره منتقل میشه به اسفان و مردم چهارمحال هم همینجور هم همینجور که شما اشاره کردید خب ولی کشاورزی ولی خب بحث دولت اینه که کشاورزی در اصفهان بسیار پیشرفته تره و کشاورزی اصفهان خب هم کارآمدتر و بعد اینکه خب بحران خشکسالی اینا اونجا خیلی حادتره خب این هم حرف درستیه میدونید و این بحثیه که خیلی کردن که خب بله منابع آب بعد منتقل بشه به اونجا که استفاده بینه اقتصادی ازش میشه و انتظار و برحال وزنه سیاسیش بیشتره وزنه سیاسی اسفهان قطعا بیشتر از وزن سیاسی خوزستان در چارچوب جامعه ما این این موزل پاسخ ساده ای نداره آیا آب باید منتقل بشه به اصفهان یا نه میدونین هر دوش سوال ساده ای نیست من همراه شما معتقدم که نه نباید بشه ولی از اون طرف هم خب پیامدهای سیاسی خیلی اساسی داره یعنی شما یه بحرانی پیدا خواهید کرد در در اصفهان در مناطق روستایی اصفهان و چهار مال همینطور که بهش اشاره کردید که بیکاری تشدید میشه مردم اونجا مجبور مهاجرت میشن من پاسخ ساده ای ندارم برای این جز اینکه بگم که این یه بحثی که باید به طور شفاف و چند جانبه بیاد در, در حوزه عمومی ما مطرح بشه و به عبارتی تا زمانی که ما واقعا شفافیت رو نداشته باشیم در انجام چنین بحثایی خب طبیعتا نمیتونیم بگیم که جامعهمون دموکراتیک شده و جامعه داریم رو به رشد و رو به توسعه این بحثه که سیستم دموکراتیک دموکراتیک به که بحث سیاسی نیست بحث نیستش که کدوم جناح سیاسی در در قدرته این بحث راجع به محیط زیسته که فرزندان آقای روحانی و آقای خامنه ای هم با همین موزلات مواجه خواهند بود بعضی بیشتر بعضی کمتر این یه بحث ملیه این بحث حتی جهانیه و بحث سیاسی نیست اتفاقا این بحث هاست که باید اومد بهش دامن زد و من از شما متشکرم که دارید این کارو میکنید و اینو گسترده ترش کرد در, در چارچوب و در حول این نوع بحث هاست که بحث سیاسی جناهی و راجب حکومت و غیر زالکی نیستش که ساختار قدرت خودش میاد مطرح میشه خب بالاخره جا صدای مردم محلی این وسط چیه صدای انتظارات مختلف چیه اگه ما باید بیایم به این مسئله اشاره بکنیم که آقا ما یه انقلاب فرهنگی احتیاج داریم که شیوه و الگوی مصرف جامعهمون رو تغییر باید بدیم اینا این یه چیزی که رو همه طبقه متوسط شهری ایران داره تا میتونه تاثیر بذاره این دیگه رفتی به حکومت در قدرت اینا نداره این یه بحث خیلی جامعه تریه که به زندگی روزمره همه ما برمیگرده و به این ارتباط قدرتی که بین مناطق شهری و مناطق روستایی مثلا وجود داره و اینا برای خب بحث این از این من مهمتر بحثی رو نمیبینم تو جامعه هم. و بحثی که شدنیه یعنی بحثی که میشه بهش دامن زد در عرصه عمومی بحث جناهی نیست بحث سیاسی علنی نیست ولی در این حال چون راجب قدرت ذاتش راجب قدرت و تصمیم گیری اجتماعیه اه، بحثی که عمیقا میتونه اه, کمک بکنه به دموکراتیزه کردن فضای عمومی ما بخش دوم این گفتگو رو در برنامه بعدی آبانگان با هم خواهیم دید